امروز دقیقا روزگار حمله اعراب رو ما داریم. 1400 سال گذشته، 300 و اندی سال میگذره تا فردوسی ظهور میکنند. تصورش بکنید تو 300 سال مردم چه کردن؟ مردم با این روحیه خودشون حفظ کردن، تو زیر زمین ها کاگل کردن، آوردن، سنگ بلند کردن، میل درست کردن، زورخونه درست کردن و این تصویر رو نگه داشتن تا روزگاری که شاهنامه وقتی که میاد شما میبینید که گرز رستمی که بر سرش داره میچرخه این همین میلیست که در دست شماست. این از کجا اتفاقی که نیست. این امروز هم شرایط دقیقاً نو عربانی هستند که به ایران تاختن، همه آن چیزی که ایرانیست رو میخوان بگیرن. در تمام توایفی که اومدن، در ایران میگم طایفه برای اینکه پادشاهانی که از اون دوره میان تا اینجا یا عربن یا ترکن، ما یک دوره، یعنی دو دوره، یک زندیه رو به دوره کوتاه و دوره پهلوی رو داریم که اینا ایرانی هن. مال ایران هن، به همین دلیل خادمینی هستن که شما میبینید در دوره کوتاه اینا چه عظمتی به وجود آوردند. نگاه میکنیم میبینیم اونهایی که ایرانی نبودند و به عنوان طایفه ایران رو گرفته بودند. حالا یه جوکی پیش اومده بود که بودن بعدیز گفتش که وقتی شما یه خونه میخرین چگونه این جنس این خونتون ارزشش میره بالا؟ گفت به خاطر اینکه منطقهش خوبه، نمیدونم بغلش پارکینگ میاد، بغلش خود. از طرفی که بیلیونر شده در ایران که میبوسن آقا شما در این مدت کوتاه چطوری آقا تریلیونر و بیلیونر شدین؟ گفت من یه زمین خریدم ایران افتاد وسطش. شما تصورش بکنید، این تصور توایفی است که ایرانو میگرفتن. ایران یه منطقه بوده تو دستشون، صاحبش بودن، مالک مردم ایران بودن. برای همین من همیشه میگم که شماها مالک ایرانین. هان ای ایرانیان، ایران اندر بلاست، مملکت داریوش دستخوش ملهاست، مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست، غیرت ستار کو، جنبش ملی کجاست؟ برادران رشید، ایران مال شماست، مال شماست. این ارث پدر من و توه. در این ارث پدر من و تو ما میراث چیزی رو داریم که مال ماست. وقتی که شما در یک جامعه ای به جای کشیدن تریاک، به جای کشیدن سیگار، به جای اینکه به دنبال مردم باشین، به دنبال که حسادت بکنید، پولخوار باشین، نزول بگیرید، مردم رو فشار بهشون بیارید، برید در اونجا یاد بگیرید چگونه فیزیک این بدنتون رو درست بکنید و بیاموزید از اون مرشد که چه میگه که شما رو راهنمایی بکنه. مروت داشته باش، مردانگی داشته باش، از خود بگذر، به خانواده رو نگرش دار، تو عضو این خانواده هستی. اون چیزی که در دوران من و تو رخ داد، اون چیزی که من دیدم، بارها گفتم که ما در تمام دوران تحصیلم، من دو تا لیسانس گرفتم، فوق لیسانس هم گرفتم، برای دکترا اومدم امریکا، ما یک شاهی پول تحصیل ندادیم. اون روزگار میپرسن که این پول نفت داره کجا میره؟ پول نفت برای من و تو داشت خرج میشد، ما نمیدیدیم. امروز در اون مملکت آنچرا که دارن از ما میگیرن هویت ایرانی است و این هویت اینه. خب آقای مفید اشاره کردید به همین ضربی که کنارتونه، این چه حکایتی داره؟ میخواد ما رو به چی مهمون کنید؟ حالا ما میخواد ببریم تو توی اون منطقه. اول از این ضربه رو صداش در بیاریم برای که این حرفای متعدد داره. حرف اول این ضرب اینه که این یک پوست از یک استخوان با چوب و اهمیتی رو که این ایجاد کرد حسین تهرانی بود، یاد زنده، که در جشن هنر شیراز یک تنه توانست به ما بگوید که همین پوست و چوب اهمیت جهانی دارد، این مال ایرانه، این زورخونه میبونه. و ببینید حالا با این چه صدایی در میاد. مثلا فرض کنید که الان ما داریم میره تو زورخونه، نرفتیم هنوز، داریم میره بالا. آیا سوالی من پرسم، آیا با همین کت و شلوار و کراوات و اینا مرشد ضرب میزد یا فعلا تغییر لباس میدید؟ این بیرون داره من میذاره سر کار، اینطوری نمیشه، راست داری میگی. ببین نقال ها و زورخونه ها فرقشون بر این بود که نقال ها لباس و اون روز مردم رو داشتن، یعنی ما داشتیم، ولی زورخونه وقتی که وارد میشدی همونطور که این شلوار مخصوص قهرمانی رو بپوشتن بالاتن لخت بود، زورخونه چی هم یه کار بسیار خاصی میکرد. اول این اسمش لونگه، این لونگو هر جایی ندارن، فقط مال یونه. حالا بند کت غربیمو با در بیارم. بعد
عرض بزرگتون که این کت غربی بنده است. این در میاد، این بانویی که در اینجا هستن این کت از بنده میگیرن. بعد این لنگو که میبینید بنده میخوام بذارم اینجا. خب این میمونه فقط. نه اون خوبه، باشه باشه اشی که آره بذارم که این دوتا رنگا به هم دیگه میخونه این مدلیه. خب این حالا این مدل ها رو میخوام بهتون عرض بکنم که چیه. من از زمانی که این رو در نیویورک انداختم، در نیویورک قراره که لونگ بشه یکی از وسایلی که بانوان در اونجا دارن میذارن سرشون. حالا دیگه داره الان خودش میشه اسکارف خیلی شیک و ترتمیز. اما حالا ما با این ترکیب میخوام ببرم تو سرخونه. اولین جمله ای که من 7 ساله به شنیدم این بود: با رخصت از پیشگاه نقالان این گمنامترین خدمتگزاران ادب پارسی و با رخصت از پیشگاه برای بچه‌هایی که در زورخونه هنوز به خاک قسم میخورند و هنوز در این میدان میجنگند و هنوز مردانگی و مروت و بزرگواری رو دارند، و بگذارید که این سخنی که من از زورخانه 50 سال پیش 40 سال پیش شنیدم، نگیم که وضعیت میشه، به گوش شما برسونم، به بچه هاتون بیاموز. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به زلط برسی پس نگردی مردی. او مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای. یعنی شما فکر کنید که جوان امروزی در ایران مادر رو داره میبینه، پدر رو داره میبینه، برادر رو داره میبینه، خانواده رو داره میبینه، اینایی که دارن میرن الان فدا میکنن خودشو برای جا، میگه گر به دولت برسی مست نگردی مردی. وقتی به اون عظمت برسی و اونجا تو رو نگیره دل، منی که در حد هنر به جایی میرسم یه دفعه فکر نکنم که اونی که داره میاد نیاد در که دستش بگیری بیاد در اینکه ما باید بشیم. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به زلت برسی پست نگردی مردی. ایرونیا خارج از کشور اومدن، به زلت رسیدیم ولی هرگز پست نشدیم. بچه های نسل بعدی پزشک، دکتر، مهندس، وکیل و دارن امروز در جامعه سیاسی میرن. گر به زلت برسی پست نگردی مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. این اون فلسفه ایست که وقتی که گفته میشه فرقی دیگه نمیکنه که در کجا باشی. حالا چون فرصت کمی باز میبرم تو سر یکی از اون چیزهای دیگه. من وارد زورخونه شدم، گفتن که امروز پیام چیست. گفتم در این شب یلدا بگذارید که این پیام رو بدم از 200 سال پیش از شیخ بهایی: همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفرم حجاز کردن. به خدا که هیچ کس را ثمر انقدر ندارد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن، در بسته باز کردن، در بسته باز کردن. ز مدینه تا به مکه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن. به ز مساجد و معابد همه اعتکاف کردن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن. به خدا که هیچ کس را ثمران قدر ندارد که به روی ناامیدی در بست باز کردن، در بست باز کردن، در بست باز کردن. شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز و گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن. به خدا که هیچ کس را ثمر انقدر ندارد که به روی ناامیدی در بست باز کردن، در بست باز کردن.